سلام، پنجشنبه 12 مهر 97، 4 اکتبر 2018 میلادی. در مورد 5 موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول این که ITF فدراسیون بین المللی حمل و نقل با صدور بیانیه از اعتصاب رانندگان کامیون در ایران اعلام پشتیبانی کرده و به بازداشت ها اعتراض کرده. تعداد بازداشتی های رانندگان به 177 نفر تا کنون رسیده. بیانیه مشترکی هم از سوی سندیکای شرکت واحد، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، فعالان صنفی معلمان و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری صادر شده و در اون از اعتصاب کامیوندارا و خواسته‌های به حق اونها پشتیبانی شده و به بازداشت‌هایی که صورت گرفته اعتراض کردند. یک کولبر به نام عظیم احمدی در مرز نوسود در کرمانشاه به ضرب گلوله مستقیم نیروهای انتظامی دیروز کشته شده. موضوع دوم این که احمد عالی نژاد، فعال مدنی ساکن شیراز، از شنبه 7 مهر ماه که بازداشت شده و همسرش هم روز بعد 8 مهر ماه بازداشت شده تا کنون خبری نیست. وکیل هم نتوانسته با او ملاقات کنه. فرزند 6 ساله اونها نزد بستگانش بدون پدر و مادر به سر میبره و گفته میشه احتمالاً گناه او سرکشی به خانواده‌های تعدادی از زندانیان سیاسی است. 2 دختر آقای هاشمی رفسنجانی، فائزه و فاطمه، هر دو از دانشگاه آزاد اخراج شدند و به این ترتیب پروژه تصفیه دانشگاه آزاد از آقای هاشمی به انتها رسید. موضوع سوم این که آقای خامنه‌ای امروز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی در جمع بسیجیانی که با اتوبوس و وسایل از نقاط مختلف در اونجا جمع کرده بودند به مدت 70 دقیقه صحبت کرد. صحبتی که خلاصه اون بحث تکرار لغت دشمن و آمریکا بود. لب استقلال آقای خامنه این است که ما الاکنون یک قدرت منطقه‌ای شدیم، امریکا این رو نمیخواد و با ما دشمنی میکنه و ما هم ایستادگی میکنیم. ضمناً ایشون گفتن قدرت پول و اسلحه نیست، بلکه منطق، استدلال و حرف نوع تبیین کننده زندگی است. واقعا این حرفای آقای خامنه ای که از شدت تکرار واژه ها رو هم خسته کرده، اگر راستی آزمایی بشه یک کلمش درست نیست. نه منطق و استدلالی و نه راه نوعی برای زندگی در حکومت جمهوری اسلامی وجود داره. نه این حکومت تبدیل به قدرت منطقه‌ای شده، قدرتی که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان همین امروز اعلام کرده سر می دهم ولی آب نمی دهم. آب هیرمند و حقابه سیستان و بلوچستان رو روبه ایران افغانستان بسته و حکومت ارزه و جرأت این رو نداره که آب رو از افغانستان بگیره. با آقای خامنه‌ای باید گفت هر وقت توانستی آب هیرمند رو از افغانها بگیری، حق ایران در قرارداد 1975 رو از عراق بگیری، حق ایران در دریای مازندران رو از روسیه بگیری، اون وقت اصلا بیا و صحبت کن به عنوان یک قدرت در کشور خود ایران، نه به عنوان یک حتی قدرت منطقه‌ای. به هر حال ایشون ضمناً ادعا کرده که از زیر بار آمریکا و انگلیس بیرون آمدیم، در حالی که باید گفت روابط دنیا اصلا دیگه این شکلی نیست و ضمناً شما مملکت رو به زیر بال روس‌ها بردی، اون هم روس‌هایی که هر وقت توانستند توی سر ایران زدند و عملاً
خیانت کردم. موضوع چهارم این که رویترز امروز خبر داده از اینکه روسیه و عربستان پنهانی توافق کردند 500,000 بشکه نفت تولیدشون رو افزایش بدن. آقای کاظم‌پور اردبیلی نماینده ایران در هیئت عامل اوپک اعتراض کرده و گفته عربستان 346,000 بشکه و روسیه 250,000 بشکه روزانه افزایش دادن تولیدشون رو، و آقای زنگره هم سفرش به مسکو رو لغو کرده. دویچه وله هم گزارشی رو که روزنامه هندرزبلات آلمانی چاپ کرده بوده منعکس کرده. به موجب این گزارش از 900 بانک آلمانی تنها 40 تا 50 بانک کوچک با ایران کار میکنند و شرکت های کوچک و متوسطی که به ایران جنس دادن پولش رو نمیتونن بگیرن و بعضی ها در آستانه ورشکستگی قرار گرفتن. به قول دویچه وله آلمان در برجام مانده ولی بانک های آلمانی رفتند. ضمناً خانم مرکل به اسرائیل سفر کرده و با آقای نتانیاهو دیدار کرده و در این دیدار تأکید کرده که برنامه موشکی و فعالیت‌های ایران در منطقه مورد تایید آلمان نیست، باید محدود بشه. و وزیر خارجش هم به امریکا سفر کرده و در دیدار با آقای پومپیو همین تأکیدات رو کرده. اما موضوع آخر این که آقای احمد توکلی گفتند که 40 سال بعد از انقلاب قدرت در اختیار تعدادی بی سواد، پررو، پسرخاله، رفیق و همکلاسی است. سایت های داخلی هم که سپاه بهشون اطلاعات داده دستگل جدیدی به آب دادن و عکس بسیار معروف یک زن قزاقستانی که بیش از 35 سال موی صورتش رو نزده و ریش در آورده رو چاپ کردن به عنوان یکی از رهبران داعش که در حمله موشکی سپاه کشته شده، اون هم با اسم و رسم. اندکی سبت سحر نزدیک است، تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرفراز باشید. به امید پیروزی ایران و ایرانی.